برمدی مصطفی و مشتبه بکشا زبان، آن رسولی آشمی، آن شافی روزی جزا، آن شفاعت خواهی امت، خاتمی پیغمبران، آن که یز روی زمین و آسمان آدر گذشت، بر براقی تن روش و جبرئیلش در اینان. دین او پاکیزتر از جمله دینی انبیام، رای او روشنتر از رای همه پیغمبران. بشنوید و تا بخوانم من یکی اعجاز او، که شنیدن تازه گردد من تو را روح روان. در دمشق از مرد کافر بود جبوت، دولتی بسیار داشتیم کنیز و چاکران. لیک دشمن بود مصطفی را لعین، بغضی احمد داشتیم در میانی مغز و جان. آن جوودک را یکی همسایه درویش بود، در حقیقت بود فارغ از عمل سود و زیان. پیروی دین نبی بود و بطاعت روز و شب بود، با شوق مولودی احمد در جال. تا که زر بودش نمی کردی هیچ گاهی و دریغ، سال بستال مولودی احمد بکردی آن جوان. چون که از مالی جان در دستشان چیزی نما، بی نوایی می کشیدن روز و شب آن مومنان. آنچه نان افتاد کار تاست شب و فاقمان، گوش نخفتن با عیالش تا و صبحان صابران. آن جوودک را کسی از آلشان آگاه کرد، کرد آن مردی مسلمان را در آن شب میمان. نان بخوردند و بند دیگر بکردند این سخن، آن جوودک در میان آورد رمز امتیان. گفت برگو ای مومن تو از احوال خود، تا چگو نام گذرانی روز و شب میکن بیان. گفت از اول درویشی خود چیزی ببی، ترمی شد روی آن مومن ز آب دیدگان. گفت بر نارا جوودک این سخن بشنو ز من، آنچه من گویم بکن وارسته گردی از غمان. روز دین مصطفی برگرد دین ما گزین، دین موسی گزین و تا که باشی شادمان. بیشمار از زردی هم نیمت فراوان مرد تو را، دایما خوشنود باشی با عیال و خاندان. آن جوان گفتا معاذ الله، مرگ و با من چنین، کی بگردم من زدین خواجه پیغمبران. گر نبود یقین نیمت که خوردم من ز تو، سینت را پاره می کردم به خنجر این زمان. آن جوان گفت، آن جووده گفت جوان را کین بکن کاری دیگر، دختری داری به خانه بس حسین و نوجوان. تو و من بفروش آن دختر، بکن دینت ادا، نظر مولودی احمد را بکن در این زمان. آن جوان گفتا جوودک را مرا دستور دیم، تا بگویم با عیال خود من این رازی نیان. پس بگفت و با عیال خود اران چی گفته بود، زن بگفتا زین آره مرد مومن الامان. تا که نفریبت تو را ناگاه شیطانی لگین، از من و این جان برباد ندیان جان. من به درویشی و بی چیزی تو خانی شدم، بر نگردی از محمد پیشوایم سجان. آنچه باب و مادرش میگفت دختر میشنید، با پدر گفتا بیا فکری دیگر کن این زمان. رو مرا بفروش در بازار فردای پدر، تا نماند بر شما تنی جبود بدگمان. آنچه باشد در بایم نظر پیغمبر کنید، جان که مولودی نبی دین از بنای امتان. مادر و بابج دختر چون شنیدن این سخن، شد دلیشان غمین و چشمیشان خون فشان. مادرش گفت جان مادر، چون که بفروشم تو را، بی تو آرامی دلم نبود با عالم یک زمان. کی کسی دیدی که فرزندی خودش بفروخته، تو جدا از ما بگردی ما جدا از تو چیسان. دخترت گفتم فدا کردم بر احمد جان دل، هر دوشان گشتن از گفتار دختر شادمان. روز دیگر دختر و مادر بکردن دیویدار،
سوی بازار آمدن امرای بابی خود دوان، گفت با دلال تو بفروش فرزندی مرا، سعی کن تا شهریان از تو خرندش این زمان. دخترک را آن زمان بابش بری دلال داد، هیچ کس نخرید او را در دمشق از شهریان. منتظر بود مشتری نوجوانی در رسید، از سوی بصره یکی مردی امینی نوجوان. زربری دلال داد و زو خرید چون کی ورا، دستی و بگرفت گفتا میبرم در بصره آن. زنان ای باب اگر مادر مرا جوید ز تو، قصه یعقوب و یوسف کن زمان پیشش بخوان. خود امیدانی که مورا غم گسارش من بودم، چون بود بر سوی فرزندم خیالی مادران. پس ودا کردن رفتن سوی بسران زمان، قدیان مسکین بگشتی از غمی دختر کمان. با لب خوشکود و چشمی تر به سوی خانه شد، ضربه پیشی زن آدو کرد رازی دلیان. مادری این دختر چو زر آدی دختر را ندید، آه از جانش برآمد همچای بیدلان. از برای راحتی ما رنج خود کردی قبول، شاد باشه ای دختری پاکیزه دین پاکیزه جان. این بگفت و نعره ای زد، بعد از آن بیهوش شد همچو مرغی نیم بسمیل می تفید در خون تفان. چون که شد بی بویش آن زن شهرش، گفتا که یا نه فرزند و زن وردو شدم بی خانمان. ای خدای دادگر ای سانی سرس و قمر، داری از آنم خبر ای دستگیری بی کسان. از برای مصطفی فرزند خود بفروختم، یا الهیم این خبر از من به پیغمبر رسان. بعد از آن از صدق و مولودی پیغمبر بپخت، داد خیراتی به مسکین و غریب و ناتوان. مرد بازرگان کنیزک را به سوی خانه برد، با کنیزی دیگرش بسپرد خود شد او روان. اندران خانه که میمان داشت آنجا بو بخفت، بشنوید از معجزات مصطفی ای مومنان. چون که شد برنا بخام آنگاه چنین در خواب دید، چون خرامان شد به چشمش خواجه پیغمبران. از فراقت ای احمد بیقرار و بیتابم، از فراقت ای احمد بیقرار و بیتابم. یا منو طلب آجا، یا بیا تو در خوابم. یا منو طلب آجا، یا بیا تو در خوابم. اندران خانه که میمون داشت آنجا بو بخفت، بشنوید از معجزات مصطفی ای مومنان. چون که شد برنا به خواب آنگاه چنین در خواب دید، کین خرامان شد به چشمش خواجه پیغمبران. طلعت زیبا و روشن‌تر از شمس و قمر، گیسوی مشکینش افتاده بر روی ارغوان. می خرامید طرف اون صدر و بدر کائنات، همچو مای چارده برگرد بوس و تارگان. گفت با برنا منم که خواجه پیغمبران، حاجت افتاده مرا ای مرد زیبای جوان. آن کنیزک را که دی بخریده با من فروش، یا با من بخشش برای خالق یافت آسمان. گفت برنا یا رسول الله، ندارم جان خود از تو دریخ. مرکنی دک را کجا مقدار باشد در جان، روز محشر تو منم از خالقی از دان تلم. گفت پیغمبر یقین باشد تو میشه و شادمان. گفت سید شد قبولم، تو را آزاد کن، بی تو نگذارم قدم اندر بهشتی جاودان. بی تو نگذارم قدم اندر بهشتی جاودان. گفت سید شد قبولم، تو را آزاد کن، بی تو نگذارم قدم اندر بهشتی جاودان.
اندر این دود و جوان از خواب خوش بیدار شد، تا سحر اندر تفکر بود آن زیبا جوان. چون بشد روز و بیامد نزد دختر شادمان، گوه بر گوزال خود در نزد من و کنون عیان. دخترک هزار کرده حوال بابو آنجا بود، چون که بشنید آن جوان شد آب چشمی او روان. گفت من آزاد کردم هم تو را باری رسول، شب خوابش دیدم و خوندم تو را از خواهران، از تو فیل تو بدیدم من جمال مصطفی، از تو ویلی تو بدیدم من جمال مصطفی. شاد باش ای دوستدار مصطفی و خاندان. داد و صد دینار دیگر گفت آزادی از من. دخترک رفت سوی خانم چوبادی دو دوان. مادر دختر چو دختر را بدید و شکر کرد، گفت ای سانه توی دستگیر جمله بی کسان. از برای مصطفی کاری بکردیم این چنین، رنج مازایی نکردیم ای خدای غیب دان. بیتری برغم بران است ای برادر گوش کن، که کند از بار پیغمبر کسی ارگزیان. معجزات مصطفی گوید سنای روز و شب، شاد باش ای مده گوی و مده دان و مده خان. هر که این معجز بخاند یا که این را بشنود، یا الهی از غم ایام دارش در امان. خداوندا به حق جود و فضلت، به حق رحمت و ازار عدلت، به حق فرتب و نور صفاتت، به حق عزت و اسرار پاکت، به حق کعبه و میت الارامت، به حق زمزم و اسرار نامت، به حق روزه پاک محمد، تو فیلی آن و اصحابی محمد، تو فیلی عزت صدیق و من، بر روی عزت عثمان و ایدر، تو فیلی چادری پیوند زهران، برار جمله جتای مارم، تو فیلی ارد و سبتین معلا، روا کن مقصد و مقصود مارم. بیا مرزی روان آمرزی آخر، خدایا را یگان آمرزی آخر. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام و السلام.